سلام دوستان، صدا را از گوشه چپتون میشنوین، حالا از گوشه راستتون میشنوین، حالا از هر دو. ما یک سری برنامه براتون ساختیم که هم به صدا اهمیت دادیم هم به تصویر. خواهش میکنم اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، از همون پایین الان اون کار رو بکنید لطفاً. این سابسکرایب خیلی مهمه، از ما حمایت میکنید. برنامه در مورد موضوع مختلفه، کامنت هم برامون بذارید. مرسی، شروع میکنیم. من کلا اصلا دوست ندارم بحث تبلیغات تو ایران، چون خیلی چیزایی که تبلیغ میکنیم خودمونم قبول نداریم، فقط واسه گذر زندگی میکنیم و میسپاریم به بیننده که آقا بیا برو خود تحقیق کن اینو بگیر. میدونی چند بارم مثلا تو استوریامو گفتیم آقا خودتون مطمئن باشین از یه چیزی، فقط رو حرف ما کاریو نکنین. و ایران هم همش شده همین دیگه، همه چی حباب داره میشه. میدونی اصلا از اون طرف هر چیزی میخوای بخری نمیدونی تقلبی. همین نمیدونم بحث واکسن رو شنیدی راجع به واکسن کرونا که مثلا 60 میلیون میفروشن یه داروی 10,000 تومانی؟ البته واکسنش که نبود، دارو بود. آره، کلاهبرداریه دیگه. در ببین اینو ما خب از قبل داشتیم تو دارو. هر بیمار الان برای بیماری کانسر داریم، برای همه مشکلات داریم. ناصر خسرو بالاخره هست، سری موارد غیر قانونی هست که داروها تقلبیه. یعنی آدمای دیگه بی وجدان تر از اونا که نداریم. دقیقا. یعنی قاتل میگه من قاتلم، میرم آدم میکشم و پاشم وای میستم مثلا میگیرم. اینا نه، اینا به قصد درمان یکی دارن آدم میکشن. دیگه بدتر از این نداریم. دقیقا. که اینا داروهای مثلا نگاه کنی توش پودر استامینوفن به اسم داروی عجیب غریب میفروشن و گرون و عجیب غریب. و آره متاسفانه این داستان هست، عجیب غریب هم هست. واقعا خودم نمیدونم با اینکه دارو سازم چرا ناصر خسرو هست. اصلا نمیفهمم اینو که بغل دستمونه، هیچ جوره هم نتونستن هیچ کاریش بکنن و یه جورایی دراگ دیلرن دیگه. دقیقاً. حالا کل داستان اینه که خب آور داشتی میگفتی، آره محدودت میکنن. مثلا میگم تا الان راجع به فضای مجازی بحثی نبود، تبلیغ آزاد بود. الان اومدن گفتن مثلا راجع به بهداشت سلامت، کارشون هم خوبه ها، نمیگم بده، راجع به بهداشت سلامت تبلیغ نکنین، زمان کرونا حق ندارین، جرم محسوب میشه اگه مثلا بیای راجع به دندون پزشکی تبلیغ کنی، اگه مجوز تبلیغ تو فضای مجازی نداشته باشه. ولی کل داستان من اینه که محدودت میکنن. من الان زیر 1 میلیونم، اگه 1 میلیونو بگذرونم از اون طرف یه داستانای دیگه، محدودیتایی که از اون طرف میاد، گیرایی که بهم میدن. یعنی فقط بحث پول نیست، من شاید اصلا از درآمد آمریکا هم اینجا بیشتر داشته باشم، ولی استرس دارم. هر چی میسازم مثلا باید منتظر باشم ببینم تلفن به صدا در میاد منو احضار میکنن یا نه. البته خب آمریکا هم هر چی گنده بشی باز بیشتر. تو آمریکا هم من شنیدم 1% بالای جامعه هم همچین میان سراغ، اصلا نمیذارم برسی، ولی اگه برسی به اون قسمت میان سراغت. آزادی بیانت هست دیگه. مثلا امینم مگه نبود به بوش فوش داد، نمیدونم از این طرف الان به ترامپ فوش داد، فوقش یه جلسه میذارن و تمام میشه، میگن حواست باشه زیادی از خط قرمزت نگذری. نه خب خط قرمز ما خیلی پایین، خیلی پایین تره. دقیقا. اون که خب اصلا یه مسئله طولانی که ما فعلا اونو اصلا نمیرسیم بهش فعلا. واقعیت خیلی کار داره تا اونا بخواد درست بشه، اما خط قرمز هم یه دونه نداریم. این لباسته. آره لباسی که امروز ده تا خط قرمز استانداردهای مختلف اینجا اگه سیکا باشی چه آره باشی به هم میریزه. ولی در هر صورت الان من دیدم مثلا خیلی نویدم دارن اذیت میکنن محمدزاده سر تبلیغات، واقعا بی خوده. یعنی کل دنیا دارن کریستیانو رونالدو از اونور با هدن شولدر میاد کار میکنه. آخه اینم بهش بگن، میگن تو خودتو با کریستیانو رونالدو مقایسه میکنی. آره. نوید خودش هم از این موضوع رو گفته بود. واقعیت باید آره بگی مقایسه میکنم، حالا اون در حیطه جهانیشه، من در حیطه کشورم، 4 تا چیزم از خارج گرفتم. تبلیغ 4 تا تبلیغ کرده. آخه میدونی مسئله اینه که همه جای دنیا میتونن سلبریتی ها تبلیغ بکنن، تبلیغ هم بکنن، براشون عجیب غریب نیست. اینجا هم قانونا مشکل نداره، ولی یه گاردی ایجاد شده برای تبلیغات که چرا تبلیغ، چرا تبلیغ. من خودم مخالف تبلیغیم که بهش اعتقاد نداری. اینو الان بهم گفتی، میدونم بعضی اقتصاد به هم ریخته و هر چیزی، ولی من خودم دوست ندارم. من مثلا خودم بعضی وقتی تبلیغی بهم میدن از یه پزشک بهم زنگ میزنه یا دایرکت بهم میده که فلان چیزو میدی تبلیغ، میگم شماره نظامتو بده. اول میرم تک میکنم ببینم مثلا این پزشک هست. یه دونه برنامه داشتم پادکست قبلی، نمیدونم دیدی یا نه، با فوق تخصص جراحی پلاستیک. آره دیده بودم که آقا اصلا هستی، تخصص چه جوریه، جا چه جوریه تو سلامت ها خیلی حساس. حالا شما ممکنه نمیدونم مثال میگم یه روسری رو تبلیغ کنی اون مثلا جور در نیاد، قیمتش با هم نخوره فلان، ولی بحث سلامت
خیلی مهم و خیلی حساسه. اون حساس هست واقعا. تو واقعا مثلا دارو نمیتونی تبلیغ بکنی، کسی هم نمیاد این کارو اصولا انجام بده الان، ولی تو تبلیغات نمیدونم چرا انقدر حساس شده. ببین شرایطش حقم دارن، یعنی وقتی تو وضع مملکت انقدر خراب میشه که تو مجبوری فیک یه چیزی رو بزنی و استانداردها رو رعایت نکنی که به قیمت ارزونتر به مصرف کننده بفروشی، خب ناراضی میاره دیگه. آره ولی میتونی بگی فیک. رامینم دیدی بعضی وقت تبلیغ میکنه، میگه تبلیغ یکی از های کپی ترین ها فیک ترین ها. آره آره میگی حالا میخندن، ولی خب خیلی طرفدار داره فیک. آقا من خودم ممکنه پولم به یه چیزی نرسه فیکشو بخرم. آقا من خودم پولم نرسه فیکه، حالا نمیرسه، آقا میخوام داشته باشمش. مثال دارم میگم، چه میدونم میکروفونو میخوام بگیرم بهم میگن اصلش 100 میلیونه، اینجوریشو بگیری 15 میلیونه. ولی خب خیلی هم تو جامعه چند روز پیش شنیدم، باورم نمیشد، برای اینکه شو کنن پول خرج میکنن، پول ندارن، پول میدن که شو کنن. آیفون شنیدم جدیدن اجاره میدن برای مهمونی ها. جدی؟ یعنی آیفون یه میلیون واسه دور دور یه میلیون یه میلیون میده آیفون اجاره میکنی. آره یعنی میری باهاش که مثلا تو مهمونی دستت باشه. همین آیفون الان قیمت پراید شده دیگه. اگه وقتی آیفون میشه ماشینم اصلا عجیب غریب بود. ولی میگم این گارد تبلیغات من یه بار سوال کردم از مردم، گفتم آقا به نظرتون تبلیغات توسط افراد انجام میشه خوبه یا بده؟ خیلی ها نظر مخالف داشتن، خیلی هم نظر مثبت داشتن. گفتم آقا ما اینجوری دوست داریم، میریم میبینیم، میخوایم محصولی که بخریم و از پیج شما میریم میبینیم، خودمون میریم نگاه میکنیم ببینیم چه جوریه، ببینیم موافق هستیم باش نیستیم. یعنی کمک هم میکنه در هر صورت چیزی که شما تبلیغ میکنه، که حالا این نیستش که 100% 100% همه چی توپه، شما معرفی میکنی یه جوری، طرف داره میره ببینه اوکی هست نیست، بهش میخوره نمیخوره. ولی یه بار گفتم نمیتونیم یه چیزی رو بگیم مثلا یه کلمه های زیاد جالب نیست، یه باری میده دقیقا. که این 100% فلان است. مثلا من با داروهای لاغری این داستان خیلی دارم دیگه، تو ماهواره صحبت میکنن چرت و پرت. داروی 100% لاغری 20 کیلو در یه ماه، اصلا یه چیزی 20 کیلو در یه ماه کم کنه 6 هست دیگه. آره دیگه 100% عوارض 6 رو باید دنبالش کنه. نه کلا. ولی خب اینا حالا بحثای کوچیکه، دوست بالاخره حالا تبلیغات هست نیست، انجام میدی نمیدی ایناش مسئله نیست. من مسئله رو خیلی بزرگتر از اینا میبینم، مشکلایی که هست و گیرایی بیخودی که مثلا میتونن بدن. من نمیگم میدن، به منم ندادن خدا رو شکر، منم رعایت کردم تا جایی که تونستم، ولی اراده کنن میتونن از عرش به فرش برسوننت. و تو ایران کلا همینه، هر کسی یا نه فقط یه مقامی، میدونی یه نفر میاد. ببین من باز فکر میکنم شما وقتی که بیننده داشته باشی باید آماده انتقاد هم باشی. درست. در این حال من میدونم خود کشورها هم ممکنه بالاخره به یکی بیننده زیاد داشته باشه وقتی چیزایی بگن گیر بدن. الان تو آمریکا در مورد 5G زیاد صحبت کنی ربطش بدی به کرونا، پیج تو میبندن یا بلاک میکنن اون چیزی که گفتی رو. نمیدونم شنیدی یا نه 5G رو خیلی 5G رو بخوای ربط بدی که این کرونا نیست، 5G بوده، 5G اومده عوارض فلان، این خیلی این صحبت شده بوده. الان میان نار میبندن که حتی با فیسبوک میگن کرونا از 5G اومده. خیلی داستانا رو داریم که اینجوری نه اصلا میگن کرونا نیست، عوارض 5G و نمیدونم نصب کردن نیست. یه سری میگن به خاطر 5G اصلا کرونا رو آوردن. خیلی صحبت های مختلف هست، حالا ما نمیگیم غلط درست هر چیزی. خیلی ها میگن کار نمیدونم ابرقدرت های اینترنتی بوده. حتی زاکربرگ ما صحبت کرد بعد از این همه سال با BBC صحبت کرد فکر کنم، که گفتش که ما ازش پرسیدن چرا این محتویات رو میبندی، گفت ما هر محتویاتی که دروغ بخواد باشه و زیاد بخواد گسترده باشه جلو سرعت نشرش رو میگیریم. ولی من دیدم خیلی چیزا رو جلو سرعت نشرش رو نمیگیرن. اما این حساسیتی که میگی تو ایران هست، آره واقعیت گیری به اون صورت نیست. گیرایی هم که من دیدم بر اساس قوانینیه که یا به درست یا به غلط تو کشور هست دیگه. مثلا میگن آقا فلان چیز یه سری محدودیت ها داریم، همه میدونیم وقتی یه دفعه میاد آقا یه کار عجیب غریب میکنه تو پیجش که میدونه به اینجا نمیخوره. خب واقعا نمیخوره، آقا نمیگم درستا، میگم نمیخوره. تو آمریکاش هم تو اتوبوس بلند بگی الله اکبر پرتت میکنن بیرون. آره دیگه دقیقاً. نه این مشکل هست. آره. مثال میگم، آ نمیگم حالا مثلا، میگم چیز عرفی نیست. تو الان اینجا بلند بگو الله اکبر، همه هم بهت میگن الله اکبر، بشوندش اونجا بگی یه دفعه، میدونی میخوام بگم یه سری عرف نیست، رو عرف نیست و میان گیر میدن و میبندن و فلان میکنن و تر. ولی اینا که کاری نیست که، حالا تو کاری که داریم فان و اینا میریم جلو، کارهای وحشتناکی الان دارن میکنن که عجیب غریب، اینا که حالا دیگه اسمشون رو نمیاریم که حالا خیلیشون هم ایران نیستن،
پولای عجیب غریبی که اصلا در مقابل چیزی که دارین برای تبلیغات میگیرین هیچ. حالا باز تبلیغات طرف راضیه، اون فرد داره میده راضیه، شما که به زور نمیگیری ازش، یه سری پول الان داره به زور در میاد. کلیت داستان اینه که اصلا وقتی رو اصول نباشه یه چیزی نمیتونی واسش برنامه‌ریزی کنی. میگم اصلا ما بیایم دولت و فتا و همه اینا رو بذاریم کنار، اصلا همه چی اوکیه تو کشور، ما مشکلی نداریم، باز مردم میان اینجا وسط سنگ میندازن. من مثلا مردم رو میگم بیشتر. آره. ولی من میگم آقا مردم هم، نه که بگیم مردم ها، من خودم و تو جز مردمیم. 20% کلا تو هر کاری همیشه من اینو گفتم آقا مخالف باید باشه دیگه، ما بعدش اینو تو کامنت ها اونا رو فقط میخونیم. یعنی قلب ملوار رو اینجوری رد میکنیم، میره اشتباس آدم. آره. میگه میری دنبال اون که یه دفعه فوش یه چیزی داده و یه چیزی تبلیغ کرده، میارم فلان میکنم، بیسار میکنم، کسی که بخواد فلان کنه که نمیاد کامنت بذاره که میره فلان میکنه. حالا نمیدونم این انتقاد محسوب میشه چی میشه، ولی خب باز میگم حالا بحث تبلیغات جدا که حالا خیلی سلیقه‌ای و خیلی دوست دارن خیلی ندارن و حالا انتقاد زیاده توش، این اصولی که ما نداریم تو این سلیقه واقعا نمیتونی برنامه‌ریزی کنی. یعنی من خلاقیت میزنم، یه کلیپ میام میسازم 0-100 مثلا روش فکر میکنم میذارم، بازدهی که میخوام و نمیگیره. خب بعد یکی میاد یه چیز خیلی ساده، حتی شاید کپی میاد، مثلا الان خودت میبینی دیگه اینستا 3 دسته شده، اون 3 دسته واقعا دارن میتازن و سلیقه مردم هم اینطوری شده، نمیدونم چرا ولی شده، پس من با برنامه‌ریزی نمیتونم پیشرفت کنم. میدونی چی میگم؟ و مشکل اصلی همینه، وقتی من یک برنامه میچینم طبقش میرم جلو، هر جای دنیا باشم، هر کشوری باشم به جز ایران، حالا میگم هر کشوری ولی کشوری پیشرفته تر، میدونم که رو اصول میرم جلو، میدونی؟ ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا همون چیزایی رو میخوان که توش محدودن. میدونی چی میگم؟ محسنی رو دوست دارن، چرا؟ چون تو کشور تا سوم دبیرستان دختر پسر رو جدان. البته خب یه چیزی هم که هست، تو هر کاری هر چیزی وقتی نباشه، هر چیزی دیگه فایننس میشه، اقتصاد هم بوده دیگه، هر چیزی که عرضه نباشه تقاضای زیاده. دقیقاً. عرضه که میکنی میریزن همه. دقیقاً. بچه بودیم بستنی زمستونی، بستنی عروسکی اومد، همه مگنوم اومد، همه یه دفعه ریختن. ساندویج اسمشو نگیریم، فلان چیز اومد، کالباس بود. آره. صف الان دیگه این خبرها نیست چون ارزش زیاد شد. الان هم من میگم آرمین مشکل نه، میگم مشکل کشور نیستین، مشکلی که نبوده حالا اومده همه ریختن و میان بیرون ازش، یعنی انقدر ارزه زیاد داره میشه یواش یواش میان بیرون، میرن سراغ اون به قول تو اونی که کیفیت داره، اونی که محتوا داره، موندگار میشه. آره، ولی به هر حال هر کسی مخاطب خودشو داره دیگه. من بعضی وقتا فکر میکنم ایدالیستیک فکر میکنی تو، هم خیلی ایدالیست، چون گفتی جز 10 نفر اول همیشه میخوام باشم. منم بعضی وقتا این مشکل رو دارم، به نظرم مشکله، یعنی اصلا به خاطر همین باید برم روانشناس من خودم هم. که چرا ایده های بالا رو فکر میکنیم، بعد فکر میکنیم که یه چیزایی میاد روش میخواد کار ما رو بزنه زمین، در صورتی که من فکر میکنم باز کمک میکنه. میگم منم از تو فکر میکنم و اذیت میشم، رقیب اصولا اذیت هم میکنه، بد نیست، آدم باعث میشه پیشرفت بکنه. ولی دیدم بعضی صحبت میکنن میگن ما رقیب داشته باشیم خوشحال میشیم، خیلی دوست داریم و اینا. من خیلی دوست دارم بتونم شبیه اونا فکر کنم، هنوز به اون درجه کمال اونا نرسیدم، ولی من فکر میکنم مردم بعد یه مدت مخاطبشون انتخاب میکنن. من تولید محتوای پزشکی و دارویی و مکمل و اینا میکردم، بعد اومدم 4 تا دابسمش خنده دارم ساختم، اصلا اونی که اونور اونو میدید اینقدر بود، اینی که در نظر حجم آدم دیدن این اینقدر زیاد بود، اینقدر جمعیت دیدن، اینقدر فیدبک هایی مثبت دادن، یه دفعه پیش خودت میگی اینو چرا اینقدر همه دوست دارن. ولی اونو یه عده کمی که دوست دارن، اون کمه با ارزشن. من برای همینم هم میگم چیزایی هم که تو میسازی باز من دیدم توش کیفیت داره. نه قبول دارم، منم میگم حداقل 10% اینستا، 15% نمیشه درصد، بس حالا من کلی دارم میگم همه جا. آره، ولی خیلی ها هستن که از منم بهترن، الان دارن قوی ترم کار میکنن، کیفیت بهتری میدن، ولی خب آدم سرد میشه وقتی میبینه مردم 90% دیگر رو دنبال میکنن. بازم میگم قبول دارم، آره احترام ما مثلا بیشتره. آخه چجوری متوجه میشه 90% بقیه رو دنبال؟ تو عدد فالوور رو میبینی؟ اون عددی که همه علکیه که ببین من یه چیزی بهت بگم، یه چیزی ریاضی حساب بکنیم، فایننس خوندی بابا؟
4 میلیون داره اون یکی، اون یکی 6 میلیون داره، اون یکی 10 میلیون داره، اینا رو جمع بزنید عددشون از جمعیت جهان بالاتر میره و اینا باید مشترک باشه تو پیجای مختلف، ولی نیست. دقیقاً. یعنی از جمعیت ایران خیلی میزنه بالاترین میلیونا رو جمع کنی. همه میگن خب اینی که شما دارین میگی شبیه اون آماری که تو چیز فردوسی پور گذاشته بود زمانی، میگفت چرا هر چی من رأی میدادم درصد پایین‌تر میاد که بالا بره. آره. من اون نمیگم، من میگم شما جمع بزنید فالوورهای میلیونی رو، این جمعیت انقدر زیاد میشه که از جمعیت ایران بیشتر میشه، اینها در یک صورت میتونه باشه که کلی مشترک داشته باشه بین پیجای میلیونی. درسته که نداره. اینا فیک، خیلیشون فیکن، قبول دارم. ببین اصلا نمیخوام مثلا بیام اعتراض کنم و این داستانا، نمیگم جمعیت زیادش فیک، نه که حالا مثلا همش. آره آره، ولی خب سلیقه رو میدونیم چه جوریه دیگه. میدونیش میگم سلیقه خیلی مهمه تو کار ما و اصلا ما رو بیخیال. همین رپرهایی که پشت هم کار میدادن سالهای 80-85 اینا اومدن ترکوندن تا 88، بعد یه هوی دیگه کم شد. ترکوندن کلمه چیز فوش بود یا چیز اومدن مثلا ترکوندن ترکوندن آها ترکوندن فرق داره با ترکوندن، نمیدونستم. ولی بامزه گفتی. چاکرتم. اومده بودن ترکوندن، ترکوندن، اومدن ترکوندن و واقعا یه چیزی شد که انگیزشون گرفته شد دیگه. حالا سلیقه مخاطب است که رپرای جدید اومدن نسل دو سه خراب کردن واسه نسل یک. نمیگم که نسل دو سه خوب نیستن، خیلی خوب توشون هست، ولی انقدر به قول تو زیاد میشه، اشبا میشه، اونایی که دارن قوی کار میکنن خب بالاخره شل میشن. از طرفی اونایی که دارن قوی کار میکنن به چیزایی که میخوان رسیدن، خب، و اینم یه مشکله که اینو مشکل خودم میدونم، میدونی چی میگم، و این داستان هست دیگه. حالا نمیدونم، من دارم میگم تو رپ هم همین بود که حالا میگی، اول نبود نبود، یک دفعه اومد، مردم همه ریختن دیدن این چقدر چیز بود. یعنی مردم که جوانای نسل جوان که مادر پدرم بعدشون میومد، همه چون هنوزم بعدشون آره فوشماش میدن، حالا یه ذره جا افتاده براشون. اصلا رپ فارسی که میگفتن همه میخندیدن، اون رپ فارسی یعنی چی میدونی، رپ که مال اون وره و فلان و بیسار، حالا الان جا افتاده. ولی این انقدر اون اوایل کم بود که یک دفعه که اومد مردم همه ریختن، و بعد وقتی که مردم میریزن تو چیزی بقیه میگن ما هم که میتونیم، هی اومدن اومدن اومدن، الان دقیقاً به همون داستانه داره میرسه. حالا نه که اشبا، ولی داره زیاد میشه. دقیقاً داره زیاد میشه، ولی به نظرم بازم جا داره. همه چی در ایران پتانسیل رقابت خوبه. نه حرف تو قبول دارم. آره. یعنی اینکه زیاد شدن و کارا کیفیت پیدا کرده، الان مثلا دیگه بچه‌ها واقعا دارن صدا برداری فیلم و همه چی رو میارن تو داستان. نمیگم خوبه واسه اینستا یا نه، به نظر من اینستا یه چیزی که یه جورایی باید ساده نگری توش باشه. هر چی ساده‌تر می‌سازی مردم بیشتر دوست دارن، کوتاه‌تر می‌سازی بیشتر دوست دارن، بعضی حالا میان میبرنش سمت سینما، اینا دیگه سلیقه‌ایه. ولی قبول دارم رقابت چیز خوبیه، ولی خب بحث رقابت نیست، بحث اینه که بعضی چیزا میاد تو داستان که تو کنترل نداری روش. مثلا میگم یکی دیگهش این که من تو خیابون نمیتونم فیلم برداری کنم، یعنی میام گیر میدن. شانس آوردم تا الان نگرفتنم، ولی هستن که مثلا پلیس رد چه اونجا میگه مجوزت کو، مجوز نشه باشم میگیره. نمیشه تو خیابون من آیتم نداشته باشم که پیجم یک نواخ میشه همش تو خونه دیگه، میام سریال فرندز رو میسازم. چرا؟ آره ولی ببین یه سری اینا که میگی، حالا نمیدونم قانون اصلا نمیدونم، ولی زیاد این چیزا اتفاق نمیفته. تو خیابون من ندیدم که چه بگیرم فیلم برداری. حالا فیلم برداری درشت و گنده و اینا، حالا دوربین گنده بذارن و چارپایه و شروع کنن صدا برداری، اینا شاید بیان بگن جواز میخواد، ولی با موبایل کسی نمیخواد. با موبایل کسی نمیگیره نه، ولی مثلا با تا دوربین میاد وسط، ما داشتیم دیگه، مثلا رفتیم پارک نهج البلاغه، نگهبانش اومد گیر داده گفت اگه نرین مثلا فلان کس میاد. مشکل ها هست. آره مجوز میخوای، ولی هر کار خوبی هم بالاخره مشکل توش هست. آره دیگه، تو الان کار تو همه فهم میکنن راحته، همه فهم میکنن کاره، میدونی چرا؟ نگاه میکنن دوربین، یعنی فهم میکنن فانه، ما فقط داریم تفریح میکنیم. فانه دیگه. یعنی من دوست دارم بعضی وقتا یه چالش، بعضی وقتا میذارم میگم آقا فیلمای خنده دارتون رو بفرستین. یه بار با رامین این کارو کردیم، دیدی چی شد؟ بی‌مزه ترین چیزی که تو زندگیم دیده بودم. یعنی اون لحظه دوربینا رو گرفته بودن و میدونی کار نمیبینن، مثل اینه که ما بخوایم تو هر کدوم از اون افرادی که اون فیلما رو ساختن بریم تو شغلاشون، ما هم خراب میکنیم. خب این یه کاره، باید اینو قبول بکنم مردم، یه شغله. خودشونو جای ما نمیذارن دیگه. منم داشتم گفتم آقا 15 سن این استوری بگیرین تبلیغ کنین، اصلا نمیخواد خلاقیت بزنین، ببینین میتونین بدون توپق زدن 15 سن حرف بزنین، یه متن 15 سنی رو میتونین حفظ کنین،
و واقعا نمیتونستن، همش مثلا یه کیفیت نور و دوربینه بد بود، اجراشون اوکی بود خوب نبود، یا اجراشون فوق العاده افتضاح بود، یا مثلا من هیچ وقت کلیک نمیکردم چیزی که میخوان تبلیغ کنن. یعنی این چیزا هست دیگه. ما هم بالاخره 3 سال جلو دوربین تا تونستیم فیلم برداری کردیم، سناریو نوشتیم، فکر کردیم با فیلم برداری که حالا خیلی از ما ماهرتره تو فیلم برداری به کار نظارت کردیم، خودمون یه چیزایی از اون یاد گرفتیم. یعنی واسه اینکه یه بازیگر خوب بشی، حالا بازیگر نه توی عرصه سینما چون اون هر کی جایگاه خودشو داره، ولی توی بخش واین تو باید هم ادیتور خوبی بشی که بفهمی ادیت چی، هم باید فیلم بردار خوبی باشی که بفهمی دوربین زاویه چی جوریه، اصلا سناریو تو متناسب با تصویر بعضی وقتا بنویس، باید سناریو نویس بشی، یهو باید 5 نفر باشی تا بتونی، و این با زمان و تجربه به دست میاد دیگه و مردم اینو نمیبینن. ما رو دیگه فقط اون فیلمی که داره نشون داده میشه رو میبینن که فکر میکنن هم خیلی فانه ولی سخته و مقایسه میکنن اصلا با سینما، اصلا ما قابل مقایسه با سینما نیستیم. وقتی میایم ایده رو خودمون میدیم، کارگردانی رو خود، خب معلومه ضعیف داره یارو، مثلا اونا هم یه مشکلات دیگه شدیدی دارن که نظارت ها و یه چیزایی داره که نمیتونن اصلا این سری کارا رو انجام بدن. این در صورت من دارم میگم هر کدومش سختی خاص خودشو داره. الان مسئله اینه که من دیدم کارهای خودت هم چند تا جمعیت میاین، جمعیت زیاد هست کار میکرد قبل از کرونا دیگه، بعد هر یه دونه مشکلی که بخوره کار میره رو هوا. الان برای هر فیلم یکی دو روز وقت نمیذاری؟ واقعا من به خاطر ایده پردازیش 1 هفته معمولا ایده پردازیش بیشترین حالتشه که حالا کج و راست کارو در بیاریم، چم و خم چی میگن، گوشه های کارو بتونیم در بیاریم، خم و چم، خم و چم، نمیدونم خم و چم درست بود ببخشید حالا هرچی، ولی اونا رو باید در بیاری بتونی چیز کنی. ولی آره فیلم برداریش هم طول میکشه، چون مثلا میگم طرف یه هویی وسط کار یه مشکلی واسش پیش میاد میره، یا بالاخره هست دیگه این داستانا. خوشبختانه من کارام خوب پیش رفته تو این یه سالی که اینجا بودم، ولی خب همین کرونا میاد یهویی داستان میشه وسط. الان نمیدونم مجوز ساخت سریال اینا دارن میسازن، این چیزا رو نمیدونم، ولی هر کی مشکلاتشو داره دیگه. الان هر کی از طرف خودش داره فشار میاره دیگه، وزارت بهداشت، الان مثلا پزشکا، داروساز، ماها که تو سیستم سلامتیم خودمون میگیم آقا فاصله گذاری باشه. خب اونی که تو کارش اقتصاده، اونی که کارش مملکت داری، بعد بگه آقا کارا راه بیفته، هر کی مجبوره تو تخصص خودش بگه دیگه. وضع سختیه. در مورد چیزات، فیلمات و این داستانایی که میسازی و استوری اینا، اتفاقای عجیب غریب افتاده حوال برات خنده دار باشه؟ یعنی چیزی که آنپریدیکتبل، یعنی غیر قابل پیش بینی، تو میخوای اصلا فیلم رو یه چیزای عجیب غریب دکمه دوربین رو نزده باشی و نمیدونم پلی نه این که دکمه دوربین، خب ببین ما وقتی خودمون این کارا رو میکردیم آره این اتفاق زیاد میافتاد، ولی خب چون فیلم بردار داریم دیگه یکم آوتسورس کردیم، تو بیا این کارو بکن، تو بیا این کارو بکن، تو نظارت کن، یکم بهتر شده. ولی اینکه سنگ بندازن و گیر بدن آره بوده، یعنی حالا خدا رو شکر دولتی نبوده که مثلا گیر بدن ما مجبور باشیم ترک کنیم، ولی آره مثلا تو خیابون فیلم برداری میکردیم یارو اومده شروع کرده فیلم برداری کردن از ما که مثلا موانع مدرک داشته باشه اعتراض کنه که مثلا اینجا فیلم نگیر، اینجا خونمه، اینجور داستانا دیگه. ولی نه مشکل آنچنانی خوشبختانه نداشت. استوری هم که میگیری جدیدن دیدم بازی میکنی خودت یه پدریه. آره دیگه خودم خودتو خودتی، ولی یکی پدره یکی پسره. ببین الیمنت هایی که یه کار جذاب میکنه، من نشستم بیش خودم آنالیز کردم، گفتم یکی آهنگی که تو ویدیو باشه که حالا اول آخرش میام آهنگ میذارم، یکی پیام اخلاقیشه که حالا یه پیام اخلاقی داشته باشه، یه طنزی باشه که یه حرفی واسه گفتن داشته باشه، و حالا به خاطر کرونا این داستان شد دیگه، گفتم خودم با خودم باشم راحت باشه انجام بدم و بتونم محتوای بیشتری. یعنی کرونا باعث شد تیمت هم تقریبا نذره جدا بشه، اصلا آره نمیتونین الان از جدا هم کار کرد. آره دیگه نمی کنیم کار کم و بیش. الان مثلا ویدیو من همین 3-4 روزی میخوام من واسه فیلم برداری، ولی خب آره دیگه محدود شده، چون بالاخره مسئولیت داری، یارو بیاد واسه فیلم برداری تو اتفاقی واسش بیفته پس فردا هی میگه مثلا به خاطر تو اینطوری شده، ما هم اینو دوست نداریم دیگه. ولی میگم ما یاد گرفتیم با محدودترین چی میگن، آدم تو محدودیت ها ستاره میشه، دقیقاً همینه. ما اومدیم با محدودترین چیزی که داریم، با یه دوربین، خودم نور میذارم، خودم دوربین میذارم، خودم ادیت میکنم، خودم حالا به زودی با امیرم شروع میکنیم ادیت هم کار خیلی سختیه. آره دقیقاً، ادیت خودش ادیت کارگردان دومه. دقیقاً حالا میگم باید آوتسورس کنیم دیگه. من تا الان چون خیلی کنترلی ام رو کارم و همه چیز باید طبق میلم باشه، از ادیت بگیر تا ایده پردازی با خودم بوده، ولی خب اگه میخوام پیشرفت کنم اون ترکوندنی که میگیم
داشته باشم تو کارم باید آوتسورس کنم، باید یه فیلم بردار بیارم، پس پرداز بیارم. آره اون ادیتور خیلی مهمه. حالا داریم در مورد ادیت میگیم، تدوین خیلی داستان جالبیه. چرا میگم کارگردان دوم؟ خودت بهتر میدونی. قشنگ راحت میتونی یکی رو حذف کنه. این مصاحبه علیرضا رو نذارید. یه بازی خوبی مثلا یه جای شده، یه اتفاق خوب افتاده، آره یه مصاحبه خوبی شده، اصلا طرفو نشون نده بیاریم. اینا رو میبینی در نظر نمیگیرن تو نوشتا که رد میشن، به کارگردان رو نگاه میکنن، تهیه کننده و بازیگر اول نمیدونم اون تدوینه. آره قشنگ همه کار میتونه این برون بر کنه، همه چیشو. درسته همه هستن ها، نور و صدا و فلان اینا همه چی، ولی شما نور و صدات که بد باشه تو فیلم میفهمن، میگن آقای صدا بردار این چه اینجوری شده. بعد تدوینو که بریده چسبونده یه دیگه، آره دیگه. میدونی رد میشه، هیچ کس متوجه نمیشه که اینجا یه موردی داشت وقتی حرفه. آره. ولی خیلی داستان تو جالبه که میگم اینو متمایزت میکنه از واینرای دیگه، اینکه تو از تحصیلاتی کردی آمریکا بودی، کار داشتی، شغل داشتی، درآمد داشتی، اومدی ایران، اومدی که این کار. یادمه من سال پیش که داشتی با هم صحبت میکردی با یه انگیزه بوم کردی این کار ها. آره. ولی الان احساس میکنم بذار انگیزت یک کم اومده پایین تر. نه اومده پایین تر، آگاه تر شدم. دقیقاً کاری که میخواستم انجام شد، چون مثلا وقتی من اومدم نمیدونستم چی قراره بشه، الان دقیقاً میدونم چی شد و میدونم چی قراره بشه. میدونی چی میگم؟ برسته. و میگم بحث اینه که یکی آینده نگریه. بالاخره تا یه سنی میتونی واینر باشی، ویدیو فان بسازی. مثلا 35 سالم بشه، 36 سالم بشه، به نظرم دیگه خیلی کم رنگ تر میشه. میدونی ممکنه برم ایده بنویسم واسه بقیه، ولی اینکه خودم میام جلو دوربین، خودم همین کارا رو که دارم الان میکنم با این موضوعا که واسه هیته سنیه مثلا چه میدونم 20 تا 30 ساله بیام تو 40 سالگی انجام بدم، مسخره است دیگه. آینده نداره، میدونی آینده نداره، مگر اینکه یا یه بیزینسی طراحی کنم یا چه میدونم یه داستان دیگه از این طریق در بیارم، ادامهش بدم، منیجش کنم که بتونم پیشرفت کاریمو داشته باشم. ولی نه، واقع بین‌تر شدم، میدونی چه میگم، متناسب با داستانی که گرفتم. و الانم نمیگم میخوام برم یا میخوام کم کارشم، فقط دیگه حس میکنم ایران اونجایی نیستش که لازم دارم واسه پیشرفت. برای این کارت؟ برای این کارم. آره شاید اصلا الان وقتش، مثلا وقتی من اومدم پارسال شاید 5 نفر مثل من بودن با کیفیت داشتن کار میکردن با این موضوع، ولی الان موضوع ایرانی شاید مثلا 20 نفر دارن خوب کار میکنه، شاید اصلا دیگه نیازی نباشه به من، یا اگرم باشه به نظر من اون خاص بودنه خیلی میتونه غلبه کنه. یعنی برم آمریکا دوباره با یک لول دیگه ای کار کنم، با یک محیط دیگه ای، با یه ولی باز مخاطب ایرانی میشه دیگه. باز مخاطبم ایرانی میشه چون موضوعاتم ایرانی. آره حالا شاید سبکم تغییر بدم، بیام مثلا چه میدونم سوشیال اکسپریمنت بگیرم، میدونی تجربه اجتماعی که حالا مثلا ریاکشن مردم نسبت به همچین واقعی چیه، یا مثلا چه میدونم پرنک و اینجور داستانایی که میتونم اونجا انجام بدم تا حالا نکردن. اینجا هم دیدم شروع کردن یه سری کارهای عجیب غریب، دوربین مخفی عجیب غریب، پرنک های میدونم. خب میدونم اینا حساسیت عجیب غریب ایجاد میکنن. ببین پرنک هایی که میکنن فکر کنم هماهنگن خیلی هاشون هماهنگن. خب من میدونی بازی میفهمیم دیگه من. آره نه من بچه هم اون همین که آره بچه ها رو من میشناسم پرسیدم گفتم آقا هماهنگ کردین؟ میگن آره. اصلا تابلو قیافه رو میبینیم بالاخره تو بازی. ببین یه ساعت میفتن زندان اگه بخوان کاری بکنن برخلاف میل مردم، یه نفر رو مثلا بکشن جلو چشه یه نفر دیگه و اون ریاکشن اونو بگیرن، این پیادشه میره پاشو پرد میکنه وسط خیابون. این تاسیس کنم یه نفر رو مثلا بکشن. آره مثلا بکشن دقیقاً. آره بالاخره مردم همچین فکری بکنن، بعدن خب برای بچه‌ها نگاه میکنن میرن اینو دوباره بخوان تکرار کنن، این داستانا رو داره اصلا بهشون گیر میدن. ولی نه کلا داستان فرق داره. من این چیزی که میگم سوشال اکسپریمنت، مثلا کلا یه ایرانی دیدم تو خارج داره همچین چیزیو میسازه، اونم دختره مختلفو میبوسه ریاکشنشونو میگیره، یا مثلا سنگ کازغی چی بازی میکنه، میدونی من خیلی فراتر از اینا دارم فکر میکنم. آره دیگه وگرنه یه چیزی رو میمونه دقیقا. مثل اصطلاحایی که میگن بیا حالا اسمشون نمیخوایم بریم، فلان 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 اسم کوچیکش میارن فلان، یعنی اون بعدیش لقبشه دقیقا. مثلا اینی که میگی اسمش نمیدونم چی، ولی فرض کن مثلا اسمش داوود، مثال اسمش علیرضا است، نگن داوود اونارا علیرضا مثلا ماچکن، این مثلا 50 سالش هم که میشه هر کار دیگه بکنه علیرضا ماچکن یه دفعه میشناسنش. دقیقاً. یه کار دیگه کرده الان مثلا کارآفرین شده، یه سایتی راه انداخته، یه جمع میشینن علیرضا ماچکن مثال. اصلا آخه محدودیت میذارن، مثلا حتی بچه‌هایی که پرنک انجام میدن الان پرنک شده
همین چه میدونم یه نفر رو بکشی ریاکشن اونو بگیری یا مثلا با شوخی کن یا مخشو بزن ببین میتونی این چیزاست دیگه. ولی خب بچه‌ها یکم یوتیوب رو ببینن بیشتر مثلا به این قضیه آشنا میشن. حالا مثلا مستر بیست نمیدونم تو یوتیوب بزنین، بچه‌ها تو یوتیوب بزنن مستر بیست میاد، خیلی کاراش قویه خب، و هر ویدیوش داره 30 میلیون 20 میلیون 40 میلیون 60 میلیون اینا ویو میگیره. چیکار میکنه؟ از اول اومد اینطوری شروع کرد که یه بودجه رو میذاره، مثلا میگه 24 ساعت زیر آب زندگی کردن، 24 ساعت میره زیر آب فیلم برداری میکنه، حالا تیکه تیکه میکنه تو ادیت و اینجور داستانا. یا مثلا میگه آخرین نفری که دستشو از روی این مثلا لامبورگینی برداره، لامبورگینی واسه اونه. بعد شرکت‌های بزرگ اومدن اسپانسر این شدن، بعد داستان نویسی که داره نسبت به اون داستان. خیلی خلاقیت. خوبی کار ما اینه که محدودیت نداره، حتی مثلا توی شرکت هم که میری ته تهش میشه سی او اون کمپانی، میدونی شاید مثلا بعد 20 سال به اونجا برسه مدیر عاملش میشه. ولی ما اینطوری نیستیم، همیشه میتونیم کانتنت جدید بیاریم، محتوای جدید. خود من میتونم چه میدونم یه پادکستی بزنم در آینده، هزار تا کار میتونم از کنار کارم انجام بدم، مخصوصا توی محتوایی که دارم تولید میکنم که حالا به اونجا میرسیم. ولی بچه‌ها فعلا دارن قوی کار میکنن توی صنعت واین. به نظر من ایرانی‌ها الان شاید از خارجی‌ها دارن قوی تر کار میکنن در اینستاگرام. در اینستاگرام آره، فقط تو اینستاگرام. قشنگ یادم اینستاگرام زمانی که اول باز شد من یک اکانت بکردم، خیلی اولش بود که خیلی اصلا ساده عجیب غریب بود. این انقدر قیافشم بدون گرافیک بود، یه دوتا دکمه داشت و همین، هیچی دیگه نداشت. عکس آره قشنگ عکس می‌ذاشتی و همه میگفتن بابا این چیه دیگه، فیسبوک تا وقتی هست کی میاد اینجا؟ الان طوری شده میگن فیسبوک رو ببندیم بشستیم به اینستاگرام. زاکربرگ مثل اینکه نمیذاره، میگن ما توی گروهی که هستن چند تا شریک دارن، زاکربرگ مثل اینکه خیلی پرپاقرص هست که این فیسبوک باید بمونه. اما اینستاگرام شده یه پلتفرم قوی و عجیب غریبی، قدرتمندی، و به نظر تو این موندگاره؟ چیز دیگه میاد جاشو بگیره به اندازه قدرت این یا نه؟ نه مونوپولی شده، کارا مونوپولی شده. مثلا چه میدونم فلان شرکت تو آمریکا وقتی میاد این همه، مثلا اپل، خب اپل وقتی اومد دیگه اینا میان یه جوری لاک میکنن سیستمو که تو وقتی اپل داری دیگه نمیتونی سامسونگ داشته باشی. چون اصلا حالا الان مشکل بین بچه اپل و سامسونگ پیش میاد، میگن این بهتره اون بهتره، ولی وقتی مشتریت میکنه نگهت میداره. ولی خب من فکر کنم، نمیدونم این آمارو، شاید میزان در جهانی حساب کنی شاید سامسونگ بیشتر بفروشه، نمیدونم ها. نه اونو کار ندارم، اصلا سامسونگو جدا فرض کن از اپل. کسی که مشتری سامسونگ میشه دیگه مشتری اپل نمیشه، چون هم سیستم عامله هی فرق میکنه، هم چیزای جدید میدن، هم یه سری برنامه رو از دست میده اگه بیا تو اپل. مثلا مونوپولی من... شدنه، چون سرمایه گذاریم زیاد میذارن انقدر قول میشن که کسی دیگه نمیتونه بده. قول میشن، ایده پردازی میکنن، جوری برنامه رو مینویسن. مثلا من با آی مووی کار میکنم واسه ادیت کارم، هیچ وقت نمیام تو سامسونگ چون نداره. واسه همین یه جوری که هم اونا برنامه‌ریزی میکنن که تو نری، و هم انقدر پولدار میشن که دیگه کلا هیچکی نمیتونه باشون رقابت کنه، میدونی؟ اون آره هستن، تیک تاک اومد داره میترکونه، اونم خوبه اندازه خودش که حالا ایران فیلتره. الان ممکنه ایران مثلا اصلا یه برنامه‌ای درست کنه که ملی باشه بخوام برن توش، ولی هیچی اینستاگرام نمیشه، چون بعد این همه سال 15 سال 20 سال دیولپ کرده برنامه‌اش. حالا یه نفر بخواد بیاد از اول یه چیز، من اینکه خود کسی که اینستاگرامو مثلا مخ پیشرفته اینستاگرام بیاد یه اپ دیگه بزنه با ایده دیگه که بهتر کنه، میشه جایگزین، میتونه جایگزین نمیتونه بشه، میتونه بیاد در کنارش کار. ببین من یادم بچه بودیم یا مسنجر بود، بعد خیلی عجیبه که ما با تکنولوژی بزرگ شدیم، یعنی از زمان آتاری بزرگ شدیم. تو من چون 5 سال بکنم بزرگتر هستم فکر کنم، زمان من آتاری بود. آره آتاری بود، یعنی از پوینت، یعنی از کومودور آتاری و فلان اینا بزرگ شدیم تا حالا داریم میرسیم به یاهو مسنجر و نمیدونم اورکات اومد و یاهو 360 و درست میگم؟ آره. بعد اینا رفت یواش یواش تو فیسبوک، بعد اینستاگرام. من فکر میکنم حدسی که این چیزی که تو میگی درسته، فکر کنم اینستاگرام بیشترین سالیه که انقدر محکم مونده و داره بالا میره. آره. وایبر اومد 6 ماه 7 ماه رفت، نمیدونم اونور چند تا برنامه دیگه اومدن رفتن، ولی این مون دیگه، این مونده. حالا من فکر میکنم ولی چند سال بعد یه چیزی بیاد. چرا میگم اینو؟ با هالیوود من کسی میتونست رقابت کنه؟ از هالیوود گنده تر که نداشتیم. کل سیستم هالیوود و سینمایی ساختن و اون کمپانی گنده یونیورسال و فلان و بیسا، کلی کمپانی هست. نتفلیکس اومد، مثال میگم، داره تهدیدش میکنه.
الان یوتیوب داره تهدید میکنه. یوتیوب هم داره تهدید. یوتیوب الان بعد از گوگل بیشترین مخاطبو داره. آره خود یوتیوب هم الان اسپاتیفای داره یواش یواش میاد تهدید. میگم یواش یواش ها، نمیدونم چه جوری بهت بگم. به عنوان یه بچه‌ای که داره اذیتشون میکنه. میگه یا بعد منو بخری مثلا یا میام سراغت. مطمئنم آفرام بهشون خیلی دادن اینا، نه گفتن که ایده دارن قیمت خودشون میبرن بالا. ولی واقعا درست میگی، با اینستاگرام رقابت کردن الان خیلی سخته، یعنی پلتفرم دیگه بخواد بیاد. ولی خب تو خودت میخوای تو اینستاگرام بمونی؟ من اینستاگرام و یوتیوب اگه بتونم میرم سمت یوتیوبم میرم، چون از اینستاگرام بزرگتره، تنها پلتفرمیه که از اینستاگرام جهانی تره. ولی چون مال گوگل دیگه. آره دیگه، صاحبش گوگل، مال گوگله. بعد کلا الگوریتمش فرق میکنه. تو اینستا تو یه هفته یه پستیو میذاری دیگه بعدش دیده نمیشه، بعد دو سه روز دیگه ویو مثلا 1/100 اون چیزی که قبلا میشه اضافه میشه. ولی یوتیوب همیشگیه، همیشه هم هست و متناسب با سرچی که میکنن، یه ویدیو تو ببینن بقیه رو میتونن ببینن. آره بین اینستاگرام و یوتیوب. ولی خب خوبی اینستاگرام نسبت به یوتیوب، مخصوصا که زندگی داره سخت‌تر میشه و تکنولوژی اینجور داستانا خیلی تاثیر میذاره تو زندگی مردم، و مردم انقدر زندگی واسهشون سخت شده که همش باید کلا 2 دقیقه در روز وقت دارن برن جایی. خب اینستا بهتره دیگه، واسه همین مثلا 30 ثانیه‌ای که 15 ثانیه بود اول، ما اولا با 15 ثانیه شروع کردیم ویدیو ساختن، اون موقع خیلی مخاطب خوبی داشت، مخاطب زیاد بود، خلاقیت زیاد بود تو 15 ثانیه. به نظر من هرچی سریع‌تر باشه مثلا اینستاگرام بهتره. از اون طرف اگه بیشتر وقت داری می‌خوای شویو ببینی، نمایش خانگی ببینی، اینجور داستانا میشه یوتیوب و نتفلیکس و اینجور داستانا که دیگه مونوپولی شد دیگه. الان مثلا فیلیمو نمایوالات نم تبلیغ میشه واسهشون، ولی دیگه مونوپولی ان تقریبا تو این بحث. حالا هر کسی دیگه هم بیاد، این دوتا انقدر دارن که دیگه کسی نمیاد پول بده بره یه سیستم دیگه. اونجا هم هست هولو و نتفلیکس مثلا با اچ پی او، همه این داستانا هستن. ولی خب نتفلیکس اومد یه جورایی مونوپولی کرد، 3-4 کنارش هستن، ولی دیگه الان کسی جدید بیاد خیلی سخته. آره عجیب غریب سخته. ولی دمت هم گرم، می اطلاعات باحالی هم الان دادیم. من از سوشال مدیا هم بذاری صحبت کنیم، حالا یه بارم شاید برنامه بذاریم اصلا کلا سوشال مدیا این داستانا بگیم. پس ما آرمینو فعلا تو ایران میبینیمش دیگه. آرمینو تا آخر تابستون تو ایران میبینین، چون حالا دوست داره 2-3 دیگه برنامه بسازه، 2-3 ویدیو استوری اینجور داستانا. ولی نه، یه مدت بعد برم برنامه‌ریزی کنم، حالا یا دوباره برمیگردم که فکر نمی‌کنم، یا اونجا فعالیت هم ادامه میدم دیگه. چقدر باحال. چکر. ولی انشالله ببینمت بیشتر. اگه صحبتی چیزی تو این فکر کنم 1 ساعت و خورده‌ای داریم صحبت. جدی؟ باحال چون زمان داره خیلی سریع می‌گذره. اگه چیزی مونده که می‌خوای بگی به مخاطبات، چون میدونم هم مخاطب مشترک بین من و تو خیلی زیاده. که صحبت بکنیم، اگر نه که بریم واسه دفعه بعد. دفعه بعد ان شاء الله. هیچی، فقط میخوام بگیم که آقا نترسین کاری که میخواییم بکنین، بالاخره تجربه کسب میکنین، موفق هم نشین به موفقیت نزدیکتر میشین. بریم بهتر کنین. دمتون گرم، انرژیتون خیلی مثبته، خیلی هم باحال و عالی بود امروز. اطلاعات مختلفی از سوشیال مدیا و اینترنت و موارد دیگه و سختیاش و وایندری هم صحبت کردیم. حالا اگه بشه چند تا ویدیو هم آخر برنامه بچه‌ها ببینن حتما می‌ذاریم که حتما ببینن. قربونت برم، دمت گرم، اومدی امروز دارم مشتاق کان کرونایی بدیم دور فاصلمون 1.5 متر بیشتره. مواظب خودت باش، قربونت، می‌بینم. بهش در نگاه اول اعتقاد داری یا برام دوباره بیام؟ اعتقاد دارم، ولی برو دوباره بیا. من کتت بد میام. نه من بهش میام. بیا. ببین بیا، ولی من از کتم نمیای یا. بفرمایید ستایی در خدمت باشیم. میپرم بالا، ولی بفرمایید زنم چهارتایی در خدمته. اه تو زنم داری؟ به جانت. هم حال خودت خوب میشه هم ماشینه. به سلامت. عشقم من 8 ساعت دیگه میام خونه. دوستت دارم. ای آرمین، تو به خاطر من ستا دختر رو پس زدی؟ معلومه که آره، بیشترم میزنم. تو به اونا گفتی من زنتم؟ من که بهت گفتم قصدم ازدواجه، فقط ماشینت هم درست نشد، تو باید زنی بزنی امداد خود رو. باشه به اینایی که میبینین دوستامن، یکی از یکی موفق‌تر، یکی از یکی عاشق‌تر، یکی از یکی پولدارتر. خیلی سخته ببینی بزرگترین آرزوهات شده کوچکترین خاطره همسنان.
اونی که تنهاست همیشه میگه با تنهایش خوشحال تره، ولی یه تنها مثل من میفهمه که این یه بهونه است. چون تنهایی واسه ما یه انتخاب نیست، تنها گزینه است. اما یه عقاب همیشه تنهاست. به به، چی درست کرده این خانم من؟ آقا این برنامه شما چی شد؟ هیچی دیگه، واسه 12 ویلا گرفتم. آقا فقط کسی کنسل نمیکنه، همه تونم دنگاتون رو میزنید به کارت من، چون من مادر خرجم. اگه کسی نمیخواد بیاد از الان بگه فقط. من نمیام، کسی به من چیزی نگفت. آخه تو کی میای اصلا؟ اصلا تو پول داری بیا. خیلی بود بچه ها، فعلا شما بخورین سرد میشه. میخوایم این بیرون. ظرفای امشب با کیه؟ رانی هر لحظه تو را هیجان زده میکنه. کد درد شده یه ته قوطی رانی رو به شماره 1024 پیامک کن و برنده یه جایزه یه هیجان انگیز با بشین. ساگرمانو آرمین، ندو باجا بریم دیگه. بچه تو اینجا شد بای کوچولوه که جا شده، حالا هی بپر. الان فقط من اضافی هم خواهی بیای رو سر من بشینی؟ نه ولی تو میتونی پیاده شی، من بشینم بعد تو سر. بیچار میره دوست دختر رفیقت خجالت بکش. برو آدیوز. افا کن نزم. سنگینه دار بزا همونجا علی، بزا همونجا. باش رو فرمونه؟ میبینم که جاتون تنگه، خفه نشین. خب کیا با من میان؟ من. اجازه بدین من خودم قبلا تصمیم رو گرفتم. نگین، رکسانا، سوگن بپرین بالا. سوگن نرو رکسانا، مواظب خودت باش، سیفه. آرمی ما هم بیاین دیگه، جا نیست. چجوری جا شدن پس؟ اینا کوچولو هن. آدیوس. البته یه عقاب همیشه برندم هست. آره هول صابون مسواک نداشتن. اوتوری نی الان میره میگیری. ما که اسپانیایی بلد نیستیم. عین انگلیسی ساده است. ما انگلیسی هم بلد نیستیم. او راست میگی. اوکی با بودی لنگویج میگیم. با چی؟ بودی لنگویج. بودی لنگویج. نه من لهجه بریتانیاییشو گفتم. لهجه چی؟ بریتانیایی. بری. بیا بیبی چه با شعوره، هنو هیچی نگفتم فهمید هوله میخن. احمد میگه اوله، یعنی سلام به اسپانیایی. هوله دیوانه. صابونو بگو. صابون دارین؟ که؟ نو که که اسپانیشه. بدا فکر کنم اسپانیشه، گفت که داره میگه که، یعنی چی به اسپانی؟ بذار خودم میگم. بگو. گلنار میخوایم ما، گرین گلنار. اینا که نمیدونن گلنار چیه. خب مسواکو بگو. درست بگو دیگه بابا. مسواک. We want مسواک. Get lost. I'm calling security. زنگ کلان. ATM مشهدی؟ چی میگره؟ من یکم پول میخواستم. پول؟ ما اینجا پول نمیدن، فقط پول میگیره. تو رو خدا پول لازمم واقعا. منمادم. جون تو، من خودم بچه مشهدم دادا. حاج ربی. اه؟ بگو درم برم دری میری دره مره درم مرم درن مرن درن مرن. من رفتم. بیا به چه قشنگ شوخی کردم، چه قمه خیاله. 800 تومن. 700 تومن؟ مگه ما سرگرمی شیستم که 600 تومن بدم با تو؟ 800 درس کردم. اوکی بابا بیا 500 تومن تو بگیر. این که 100 تومنه. پول زیاد به چر فاسد مکنه. آقا تو رو خدا پول ما رو بده، میخوام از رسمینا 24 بلیت بگیرم. بلیت شلهه؟ نه آقا بلیت هواپیما. اونجا شله بدن؟ عجب ایتیم خریه. موجودی شما صفر میباشه. غلط کردم آقا، غلط کردم. پس پنجات من بره خودم برمیدارم. یعنی چی کلاورداریه؟ مشتری گرامی، دستگاه خراب میباشد، لطفا گورتان رو گم کنید. اوکی آقا، فقط پول ما رو بده. یا پولت بگیر بکن. ای تی بیشونو خر گاو عوضی. چی غلط کردی؟ گور یه صدای میاد دم در میره. همه در میره. سلام، خوش اومدین. چی میل داشتین؟ دو تا کافی لطفا. 15 تومن. بفرمایید. همون دیروزی. 30 تومن.
همون دیروزی بودا؟ دلار گرون. همون همیشگی. 50 تومان. دلار پایین کشیدا؟ نفت بالا کشید. یه لحظه صبر کن. بنز 50 تومان کافی بیاریم. فقط یه دونه؟ احسنت. دلار نفت که پایین کشیدن؟ حالا کشیده بالا. دو لیوان آب لطف کنی. 50 تومان. آب که مجانی بود. دیگه پولی شد. عزیزم ما باید با هم به هم بزنیم. من پول ندارم. من که تو رو واسه پولت نخواستم. خب الان نمیتونی چیزی بخوریم. خب نمیخوریم. من پول تاکسی ندارم بیام اینجا. تلفنی حرف میزنیم. پول تلفن ندارم. پس عشقمون چی میشه؟ عشق تو رسیدم کجا آبش رو بخور. بیشور. آقا پاشو پاشو برو بیرون، برقا گرون شده، ما پرداخت نکردیم، قطع کردم. پاشو الان باید پاشو 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 آقا بابا. چی شد؟ گرون شده، اینم گذاشتم تو دیوار. بفروشی؟